400 قربانی از همیشه بهار ما گرفت و ولس ولیس خود را به ماتم غم نشان. به دیوال پر پریوتی دی دغه ونه پر فامیل دی چتلاندی شوی دی بیچارگان به دی چتلاندی ایسار پات شوی او چغی کچی فمنگا کوټه راکې نه سر ټول ورلاندې شو بیا موټر والا بدل پت والا بس ټول راغلو خو بس غو خاران ورلاندې شو هغه چې رئیسه ختم بیا بس یو خور واغه بل دا نه بل هغه راولې غل چې راز ته شي هغه چې رااله په جړا او یو مور بن په جړا او کوټی چتر نه دا دې توپان شتولیو دا توپان شتولیو بیا دې باندې دیوالم راغورځیدلیو زمین شهر زمین مرا ای او قد باب ورن خودت میبینی ای جوار چقدر قد داشت ای جوار بسی تو بگو که دتو که بود یک ده پانزه رو بایی را دره میکنی دی طرف نه دغه تور بای ولا ده غر دسی را خواه دسی او دغه را غی دسی او تور هم دسی او بلشان مساله و یعنی توپان و گلی و یو هوا چورو شو که چوک دوار نه باندی و نوار تیزان نشو رسوه که چوک دیوار دی نه نوی باندی نشو را وطیل چې باران او توپان دې ته کوټه ته نوتی او دا چت پر اپرې وته لو یو کا سپه چې شهیدان شولو دو په کې زخمیان او دا کوم ماشومان چې روغ پاتې شوی دا په بل کوټې کې توفان و سیلاب کې 7 نفر اعضای فامیل به شهادت رسان او شهیدان شولو او دو زخمیان شولو دا نه شولو بچه دې جوړ ده اوس نه بچه خو هغه ور که شهید شه کنه سیلاب ها و همچنین طوفان بسیار خطرناکی که مردم اینجا قصه های میکنن که میگن اصلا ما در عمر خود چنین طوفان خطرناک را ندیده بودیم ریوی در غیر منگا سر خفل نیز دیرای دیزاری ممشدار لما لایتی مانا این دری سرو پینزه کسر را دیم روز افانا تقریبا جی سوال اس پینزه لس کسر گوریم از این حدیثه بر ما تقریبا در حدود 272 مریض تادی روز بار ما آمده بودن البته او زخمیه بودن واقعیت خبره ای او زخفل جو برشه و سر می لگیدل ما دوست ما دلتا با که مره که رواخلی سر می دریز ما دلتا با دو میندو بچی دی دو میندو دا تقریبا چه شپارس کسه دی شپارس کسه دا پلار پو شمول دا مرگان پو شمول دا پا دا بطایی که گرو دی دولک روپایی وربندی اوخت تا حدود 80 مریضشان دیجا عملیات برشان صورت گرفتن بدون از این تقریبا در حدود 28 اجساد شهده مرده از این محل حادثه بر ما آمده بلتا شیزن احمد جیر اغلا لما پچی گو چود همی پیدا که دو چوک نسته کور والای دا دی غیب خیه ما چی دی التا پاس بستر دا او دای شده دا دا سر زربه خوده لی دا مزغو تیوین اطلالی دا هیچ بانی نپیده طوفان و سیلاب های ویرانگر روز دوشنبه 400 قربانی از همیشه بهار ما گرفت و ولس ولیس خود را به ماتم غم نشان. سلام هموطنهای عزیز، ما آمدیم امروز به ولایت زیبای ننگرهار و متاسفانه خبری که روز دوشنبه همه افغانستان غمگین ساخت طوفان و سیلاب های شدید در ولس ولیس خود بود که
400 هموطن ما را کشته و زخمی ساخت و امروز هم آمده ایم به ولایت ننگرهار و در رابطه با چگونگی این حادثه علمناک همه هموطن ها صحبت میکنیم و فعلا ما در خانه استاده هستم. این خانه را که در عقب ما میبینین یکی از خانه هایی است که 7 هموطن ما اینجا شهید شده یک جا با فامیل خود و 2 تای دیگه هم زخمی شده از یک فامیل که واقعا حادثه علمناکی است و امروز هم خوشبختانه از طرف ریاست عمومی استخبارات افغانستان هم اینجا نماینده های آمده به خاطر کمک و همکاری به فامیل ای آسیب دیده و همچنان نماینده مخیرین و خیراندیش های از کشور ترکیه هم آمده بنیاد خیریشون که کمک میکنن با این فامیل. جزئیات این گزارش و جزئیات این کمک ها را در این گزارش با ما همراه باشین با امی کسی که 7 تن از هم فامیل خود از دست داده صحبت ها داشته باشه و همچنان با این تیمی که از کابل آمده و تیمی که مربوط به کشور ترکیه میشه صحبت ها داشت با ما همراه باشه. مینده عزیز، ما به داخل حولی کسی رسیدیم که 7 اعضای فامیل خود عزیز داده. آیشم سلام علیکم. زندگی سرتان باشه. آیشم محترم، خپل ځان معرفي کا او د دې حادثه علمناک په اړه مونږ ته معلومات ورک. از مان شاه رحمان د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی. دا غو شهیدان چې شوی دي دا به نصیحت دي. او دا مې د زوی بچی دي. اخ په لاسو مې په کې شهید شوې ده نسیم مې په کې دا وکاسه شهیدان شوی دوه په کې زخمیان لره او دا حادثه چې را پیدا شوه دا غلې او باران او طوفان راغی د طوفان په چتر پر دیوال را وغورځو دوه شنبه پر اس کې او دوه شنبه پر اس کې دیوال پر او وغورځو په دې چت باندې او بستا دې کوټې کې ناس د باران نه پر شویو چې باران او طوفان دې کوټې ته نوتیو او دا چت پر اپرې وته دا وکاسه په کې شهیدان شول دو پکې زخمیان او دا کوم ماشومان چې روغ پاتې شوی دا په بل کوټې کې بل شا کار نه وته بل غونډې کار ها ټول څو نفر په دې کوټې ژوند کوي ټول دې کې څوار لس کا ژوند کوي ها تقریبا و نفر هم شهید شو و نفر شهیدان شو و پاتې دي سخت از دوستای از وخت کې در یک فامیل کې 14 نفر زندگی میکنه 7 نفر شهید شوه و اوجی سبا تا مو قدرت استاد شدن هم ندارم د دې زوی مو دوه خزی وی ها او دا دوه خزو بچی دی دوه خزی وی یو خزه شهید شوی ها ایو خزه پاتې ده ها څو مسیانې او و شهیدان شلو او دوه زخمیان شلو دا نه شلو بچی دی جوړ ده اوس نه بچی خو هغه ورکه شهید شوی کنه زوی دا کم چې د دې ماشومان او پلار دی هغه شهید شوی دی د دې ماشومان او پلار شهید شوی مینده عزیز ای اوچ میران چون پیشتر نماینده از ولسوالی هم آمده بودن گفتیم از کابل هم آمده بودن اوچ بخواستن به خاطر کمک در خود ولسوالی و ما هم امروی برادرزاده اش صحبت ها را ادامه میتیم. سلام علیکم برادر. علیکم سلام. چی حال دارید؟ شکر الحمدلله. در رابطه با یه حادثه علمناک بر ما قصه کنید چی رقم وقوع شد؟ چند دقیقه بارش بود؟ میگم بسیار کم بارش بود اما کل سهر آب بود. بهرام خدل ته بيخي ډیر زیاتو ګلې او طوفان او باد او دا خلک چې دی په دې بټي کې خختیا چې ډیر غربت او پکې غریبی ده په کې لري دی بټي کې خختیا چې ولې دی راغلي بیچارهګان دلته خپل کالي نه دی بدل کړی دغه دوه ماشومان چې پاتې دي دوه خپل کالي بدل کړی لوبه د پر بیرون وتلی دي چلته توتان او دغه دي سوري ته لوبه کوي دا پلاری راغلن دي د کار جامو کې د کوټې ته نه وته دي سره یو زنانه کله چې باید باران شي یو زنانه تل دې بل غونډې کړل ته خشاک مشاک چې لک سیب لکی ده زنانه چې باران خشاک سیب لکی ده دی وخت کې باید باران به هیڅ غلې زور کړي دا مفهوم چې بیرون راغلي غن غونډې کړنه وتی خپل کور ته نه دی رسیدلی
دا دیوال پر پریوته دی دا غوونه پر فامیل دی چت لاندې شوې دی بیچارهګان دا دی چت لاندې ایثار پات شوې دا باقی باندې غوونه فر چې دا دی ګوندی کرو دا زوچ کله خور را لګل ترش د من کور کې ورسه حالت چې خور دی دروازې تر رسیدلې دا چې دل چت پریوته دی غد ته لږ ته ګوندی کرو ته چل چت ولې چې کړي دی دی وخت باران بعد دا هر څه ډیر دی ډیر غمجنه حادثه ډیر دردونکې حادثه دا زمون په دې فامیل لاغلی دا په دې ول سوالي خلکو راغلی دا اتفاق کومون دا دی دا مسلمان پاتې دي پدار شون فوت کړه پلار مړ دی یو مور مړ دا نور ټول فامیل له منځه تللی ونه فر فامیل تللی ونه فر باید مسلمان او یو زنه نه پاتې په فیلانه کی هو عمر شل کومه کړل نه به خانم دا دوسر خیره بنسټونو له کومه کړې دي نور د سیاس کومک چانه دې کړي وزیر صاحب راغلي استخبارات کوم د برشم وادي کومک کړ او ټول سر وادي کړي چې موږ سر کومکونه کوو ان شاء الله چې خدا پیسې نه غوښتم مشخص نه کړم دسی مشخص کړي نه چې موږ دومره کومک کوو تاسو ول ان شاء الله دې د بټې د کرنه من خلاصو تاسو سر موږ څومره وسو تا وانه کومکونه د سر کو په دې ډیر خلکو کړي دي نمائندې تر کو چې خبر کومک دسی مشخص کړي غوم چې موږ دومره کومک کوو سره او غوم ول چې موږ بس مزګر راځو تاسو سر کومک کوو موسا عزیز با می تسلکایی که پدرشان فوت کرد مادرشان فوت کرد با فعلا بزرگ خانواده هم همین تفلک را که شما میبینین از همراهی صحبت میکنم سلام علیکم سنگی خیر واقعا درد داره زندگی سرشان باشه خداوند اینها را به خیر و خوبی بزرگ بگردانه و غم آخرشان باشه دته یادسی پاره و مونږ ته وویل کې څنګه یادسی و او څه وخت رامنځته شو درې بجې یو بجې مونږ د کار نه راغلو جامې بدلې کې د باندې چې کار کوي تاسو مونږه ته وټه کې خښتې اچو ها چې کار نه راغلو واست مونږه جامې بدلې کړې لار د باندې شیوا باران روان را له مونږه هغه ته کور کې کیناستو هلته مونږه دا انجن پر مونږه ته لاړو کور کې کیناست ما شان لاند بس تاسو مونږه یو خور واغه بل دا نه بل هغه را ولېګل چې راځه ته شي هغه چراله په جړاو یو مور بن په جړاو چې کوټی چتر نه بیا مونږ خلکو ته غږ چې خلک را لاله چا بس ولاړو واقعا خیلی دردناک است خداوند افغانستان ما را دیگه از این بلاها و از این مصیبت ها نجات بده امیدوارستم که بنیادهای خیریه و بزرگانی که وضع اقتصاد خوبتر دارن و این فامیل هایی که نیازمند هستن کمک کنن طوفان و سیلاب که 7 نفر اعضای فامیل به شهادت رسان و 2 نفر هم زخمی دار و ندار چیزی که در خانه شون بوده همگی از بین رفته و دیگر تاب ایستاد شدن نداره و یه هم وسایل خانه شون که اصلا قابلیت استفاده را از دست داده شما میبینین که همگیش در گل و خاک است و این طرف هم همه نماینگر حادثه و خطرناک بودن حادثه از او بکس بزرگ معلوم میشه که مکمل کلش از بین رفته و اینجا خانه و سرپناه وجود نداره و گرمی و شدت گرمی هم در ننگرها فوق العاده بالاست و ما چند لحظه شده که موتر پهن شدیم اصلا از سر صورت ما میریزه امیدوارستم که بنیادهای خیریه و بزرگان بیان کمک کنن به اینها و با فامیلای دیگه که بالاخره آسیب دیده اگرچه نمیتونیم جبران کنیم اون کسی که رفته فامیلی که بچه خود از دست داده فامیلی که پدر خود از دست داده فامیلی که مادر خود از دست داده نمیتونیم دوباره برگردانیم لااقل کمک هم قدر میشه که از غمهایشون شاید کمی بکاسته یا پایین بسازه یا کم بسازه بالاخره امیدوارستم که شما هموطنان عزیز همراه شرم کنید داشته باشید
میندوی عزیز، فامیلی که یک مادر کلان و جمع طفلک های کوچک را که شما میبینین در اطراف همی آمانده و امیدوار استم که غم آخرشان باشه و بدون شک کل مردم افغانستان از خاطر از یا جگرخون هستن و ما میبینیم صفات اجتماعی را و باز تصویری که دست به دست میشد همگی، اما بالاخره حادثه‌ای که بالای از این مردم آمده و خاصتا در ولسوالی سرخرود آمده بود خیلی مردم افغانستان درد کشیده و رنج دیدن. امروی مادر کلان صحبت میکنیم که فعلا سر در رأس فامیل است و 5 یا 6 نفر از اعضای فامیل باید سرپرستی کنند. مرجان سلام علیکم. و علیکم السلام، استریموش خیر اوسی مرجان. دده مسئله پاره مونده و یا دده حادثه پاره سرنگه و شو و سرنگه ده تاسو بچی او نسیان شهادت رسیده در ما دغه سم ازیګر کی خاول میخخت یا چول مازیګر کی راغله زتا ما ویلې نجارو کوله وسو با تا باران دغه زپل لاغه مرغ سر دغه بچی میچی و دا ګور راکم چې ما سره نستی دو دا پلا گوانډیان سره تدی دو کرات تلی و دو چې و مدا لورګان مونځنه وکړ سبقونه ویاله الله تدی دغه کو زتا ما پلا کور کی خشاک می ټوله وله د باران دې سخت زیاتو زه ستاسو کوټه کې ودرېدم د دوی ټول دی او کوټه کې وو لارې ولته کوټې کوم شومان ډېر چغي والی فلارې مرغلې وو ماغه چې دې سات کې دغه شو غاله ودرېدل دا وړو کیلور مې منډې راوي وای را شو مور کوټه فلار باندې کې نس زرا اخلمې څوک نو چغي مو کړتو خلاب کوټې مې وتلو بیا د باندې وو تل مې بسره کړل او د ما شومان ته مې چې خدای د پاره بچو منډې کړ او چغی که چی پا منگا کوتو ناکی ناسا طول ورلندی شو بیا موتر والا بدا اوپت والا بست طول راغل خوب اس وقت خواران ورلندی شو باقا چی رئیس آقا خاتم بیا باز بس چغی موکری موکری سو کنو بیا والا امشتن او دستاسو گوره منگا تا کسان پاتی و دو زخمیان دیر اصرا و شایدان شو اقا دو زخمیان دریت چی دی اقا پارا دیو دو خویان دیدی دا درې خویندې بارې دي او دغه یو ورور دی او دغه درې چې دي دا زما بچیان دي او دا مې د مرګړي دي لکه خاوند مې دوه ښځې کړې وې یوه مړه شوه دوې لورګانې وې درې زما اووه کسان شهیدان شو زه اوس دا غواړم وروره چې دغه اینده ورځ دپاره دغه غواړم ماشومان ته پاتې شو زه هېڅ څه نه لرم په خیر د دې او الله نه چې ما سره دا مرسته تاسو وکړئ چې لږه سرپناه راته پیدا وکړئ زه کوټه نه لرم هېڅ څه نه لرم واخلاص خان مبیره مخاون می واغ شهید شو دغه ما شومان ګوره دې ته تفات شو مدام شومان به ما تاسو کی زه تا غواړم چې ما سره له کومک تاسو کوي ما سره له کیسه ما دې بچو دغه اینده لګه خوش لارې خخت یا چې ولې دې نه کوله چې گزارم په کې او سخه مل دا واړه ما شومان دې ګوره دا بوت شو کی و هر دردناک است که از حد اندازه زیاد و مزید خانه و خانه رو شما میبینید دوستای عزیز. این خانه ای است که اصلا دیوارش رنگ هم نشده و فقط این تکه‌کاری که شما میبینید در اطراف به خاطر از این بوده که کالا و لباس های زیاد خاک نگیره. او طرف هم شما میبینید کالاها آویزان مان، اما خود نفر هم شهید شد و شما میشه تصویر داشته باشین همکار عزیز. لباس ها و توکدگی مانده و دا مې زوی مکمل از فامیل شهید شدم تاسو ته زما دې زوی ته ورته ما نه اخته نن سبا ورو ده چې لور نه هیڅ کوم چا په درد نه خوړل کېږي اسب. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زمانون قری عزت الله د کوټ ولسوالۍ د هندرانو قری د جامع مسجد خطیب ما د زمون د تر زمون دی د پاکستان کې اوسېده 15 کال کېږي چې د سرخود لراغلي دي په دې بټای کې دوی غریبانان چې دی ګرو دي دا د دوه میندو بچی دي د دوه میندو دا تقریبا چې 14 کس دي 14 کس د پلار په شمول او د مورګانو په شمول
نو دا په دغه بټۍ کې ګرو دي 2 لک روپۍ ور باندې اوختي دي او همدلته مزدوري کوي څه خو په خېټې باندې خوري څه دوله حسابه یه دومره ماشومان چې دا تاسو اصول د دومره ماشومان درسونه وایي مکتبونه وایي خو دوی غریبانان خختی شي د غربت توجه نه دغه کوټې کې د طوفان او باران چې راغلی د دوشنبې په ورځ باندې ډېر شدید طوفان او ډېر سخت باران او ګلۍ وه دا غریبانان د بټۍ نه راتښتېدلي دي د خښتو د ځای نه د کوټې له راننوتي دي او دا دیوال دا پسخې دا واته پسخې د پاسه دا پرې کوټې راګرځېدلي خو اصل کې خرابي هم کده دوستۍ عزیز امیز کې 5 پخصه یا 4 پخصه سر چا تفتېده او چاته پان شو نه متاس نه وشه دا پسخې په دې کوټې په دې چت راغورځېدلي دا ګاډر ځان سره والي دي دا و کسه چې په دې کوټې کې دي دا ټول غریبانان په دې کوټې کې په شهادت رسېدلي دي بیا دا د ولس خلک راغلي دي او دوی تنه دا چمان دا پر چې دا چمان دا لوټ ویل دی تنه لري کړی دا پات شو دا نور اته کا سپامل دا دی ګوانډی کرنه نوتی اغه الله پاک بچ کړی دی او دا و کس ټول په شهادت باندې رسیدلی دوی د کوپول سوالی دی د هندرانو د خره وسیدون کړي الته د سی غربت ته چې دوی د په خوله راستي کې الته د کوټی زی لري کوټه نشته دا کوم شهیدان چې راوړي په ورځ باندې پښ په باندې د پردی په کور کې خېری خپل یو سرپنا دومره سرپنا لري چې دوی په کې دا غمړي خېوي اغه بستری مستری چې دی اغه غوانډین او کلیواله ولا راوړي اغه شهیدان لاندې واچولې نو دومره د غربت سره مخامخ دي دومره د فکری او د مشکلاتو سره مخ دي په ټول دنیا په مسلمانانو باندې او زه یو حکومت چې دغه مسلمانان د یتیمان د کند د بی وزله د مشومان چې د دوی هیڅ نور څه دغه نشته دی یو سپینګری نه کوي او یو یې نه ده بینده عزیز این هم یکی از نمونه های دیگه شدت همین سیلاب ها و همچنان طوفان بسیار خطرناکه که مردم اینجا قصه های میکنن که میگن اصلا ما در عمر خود چونین طوفان خطرناک را ندیده بودیم و این دیوار شما میبینید که دیوار یک باغی است که در همین ساحه قرار داره مکمل تخریبش کرده اون طرف هم دیوار تخریب است و اینجا هم قلعه است که طرفش پیشتر در گزارش با شما داشتیم که 7 نفر اعضای یک فامیل و شهادت رسیده بودند و 2 یا 3 نفر دیگه هم زخمی بود و اینجا تمام دار و ندار مردم تقریبا تخریب است از باغایشان شروع تا زمین های زراعتی گفته میشه این سیلاب ها صدها جریب زمین زراعتی را هم تخریب کرده از این در کنار ما یکی از دهخانایی است که نیمه زمین مربوطش میشه و میگه خسارای بسیار زیاد بر ما رسیده سلام علیکم خارج زمین بخیر ببینید بخیر سلام بخیر باش در رابطه با این حادثه بسیار خطرناک بر ما بگو طوفان سیلاب طوفان بود در واقع نشا پامد دیگر بود خب این ساعت 4 بجه 4 نیم بجه بود خب اوی سونه ما از طرف درغر اینجا سه ما رو شهید کرد 6 نفر دو نفر زخمی بود اول خود ما رسیدیم خانش بر من دیگه سه سر بچه شد خانه خدا بردم دیگه مردم اثر جنگ شد مرده از زیاره کشی شهیده شد از ما این چار جز زمین ما بود یعنی جوار بود و اون همو جوار بود و طرف دیگه ما باش نمی میگن پرسی چی میگه آش این را تشته بودیم این را آخر آقا پشت سر خانه ما گیر زمین است چار جز زمین ما را این آقا باید بردن خودت میبینی این جوار چقدر قد داشت؟ این جوار بسی تو بگو که دو توکه بود یک ده 15 روپایی را درآمد میکردیم او برد تو خود برد برش میدن و تو خوش هم بسیار بلند خریده بود زمین مرا خراب کرد بعد این چاری زمین ما بود یک جریبین مو تو کیستا رسی می است و دیگه شو نمو طرف است دیگه یک جریب تابی جماعت مجد است یک جریب پشت سر خانه ما است چند نفر دی قریه در این سوها شهید شدن میگن که از دیگه به 400 نفر زخمی کشته داره دیسا میشده مو خواهد چی
نمره شکر الله برش میاد از خوڑوی طرف پاس دریا است صحیح نمره شکر الله که بسیار خرابی کرده او بسیاری ما اینمی شهیده شده آیدگان میخانه را غلطند است خانه و درخت های کلان هم از بیخش درخت هم کشیده خانه این نفر بیده که لیور نسش میبروختیم از خاطر مجبوریت بگنه چرا خانه می نمیبریمش مجبوریت بینده عزیز آیسه چگونگی داستان همین طوفان برای ما قسم میکنم و همچنان شما ببینید که چقدر زیاد هم زیانمند شد آیسه خواهد خود پرسی در نپیدم خواهد غزی که یو چه تو سلویخ میخواهد دسیوبد خواهد بور اگر در دستین خکاری آو آیسه آو خواهد غزی نواشه تو رو چه که دو سراغ پامده گیت بانه دست با گیت دسیوالو با دروازه گوری دلاچی او دیل اچی با اندسی پروتو دا لس تتنه ده که وطنه ده سونه ده تو لاغل او ربالعالمین با کتا ساتلی او دلاچی مخنوی کرو دیش او نور دا دیوالی نه مخی سروالی و دیم والی دا تراغلی بیده او آغا کور دیوالی مالی و توفان خود سوزه پا کور که دینه نه موجوده کلا یو دی طرف نه دغا تور با ولا دا غر دسی راغ دس یو دغا راغ دس یو تور هم دست یو بلشان مساله و یعنی توپان و گلی و یو حالا چورو شو که چوک دوار نه باندی و نوار تیزان نشو رسوه که چوک دیوار دی نه نوی باندی نشو رو تیلو یعنی ما وار خلاص کو چیزا با روزم کم ماشوم چیرتی کم دغایی خواهی ما وست و نشو زور و نرسیدو دی اندازه تا و چکل ازو پا دی دروازا دی یو چن ازو آلات حدیش و ادی آلات کسی درو تو نو دا دیوالو نو خدا شه چې کله راغ ما ولا کم جاز وغورځېدو په دې زیبا باندې کم جاز وغورځېدو خو ما یې چې دا داسې ځکه دا خو واته ټنه شی چې راځي او داسې او هغې ځینه دا پهوا راغلی دا پهوا راغلی نو کم نیم کیلومتر مزل دی غالبان چې داسې راغلی دا دوه سوه دی که دوه څو دوه نیم سوه متره غالبان لا زیات او کم دی نو هغه چې راغلی بیزي کې نو داسې یو حالات و چې بس د سترګو طرف څخه هېڅ په حالات نور پوه شوي نه یو خو بس دغه نه پوه شو چې دیوالونه هم پراته وو او کانکریټي هم ده که نه هو کانکریټي دی هو دا سیمنټ کې لګېدلی ټول کانکریټي ده غره ګوره پلستر لري بینده عزیز شدت ای طوفان و جاله به حد زیاد بوده که آیسه برتون پیشتر قصه کرد که به شکل یک آفت بسیار بلند آمد و بالاخره امی ساحه خانه که مکمل کنش کانکریتی هم است جمع امی چایلش و از همه مهمتری که امی دیوارهای درخت های شما میبینین درخت های میوه هستن این درخت های میوه اصلا برگ برش نمونده و برگ زیر مکمل کنش رختانده و جمع ای که امی چایله هم خیلی محکم کاری بوده و کانکریتی و در این حال هم از فلز استفاده شد کلیش از بین افته این دیوار هم این طرف هم افتاده و این طرف هم افتاده و طرف پیشتر هم دکانشون بسیار تخریب شده یعنی مکمل دیوار کانکریتی چپه شده و آن یک آفتی بوده که با گفته آجی سب گفت سر فامیل خود ما چپ بوده اما وطندارای زیاد ما را متاسفانه زیانمند ساختن هم زیان مالی دیدن و هم زیان جانی دیدن شما میبینین این چاردیونی مکمل تخریب شده و جای خوشبختی است که بنیادهای خیری زیادی در این ساحه میاین و ما کامل چند بنیاد خیری دیگه هم آمدن سروه میکنن و کسی کمک ها را میرسنن و همچنان از مسئولین حکومت هم تا فعلا از استخبارات و همچنان از خود ولایت مقام ولایت ننگرهار و بزرگای دیگه هم آمدن به خاطر کمک های بیشتر و ما میریم از نقاط مختلف دیگه ایسا هم بر شما تصویر میداشه با ما همراه باشه بنده عزیز اینجا یکی از خبازی هایی هست که در ایسا هست و متاسفانه کل شهرش میده شده و همچنان شما میبینید که این هم نمونه از چی میگن سولار است که پایان انداختهش و میریم با همه صاحب
همین خواب بازی هم صحبت میکنیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. رو رسولی مشکل بخیر رسی مننه دیده حادثه پارمونت معلومات ورکا سنگ حادثه و کم ورس کو حادثه دو شمبه ورز و دسه سالور باجی که درینی می باجو که زفر ادلتا ناستو ما چه دا باد و برو و گله و ده وقتی عذاب را و باکیت خبر ای و زفر جو برشه و سر می لگه دل امات ده وسه ما دلتا باکی مره که رواخلی سر می دریز امات ده دلتا خپل ما و منگ خپل حالات خراب و خلقم لگ زخمین و اگوی بسیم خپلم گله و زانون هم بشکل برای ششی مات شوی او مشکل د واجب به ملاقات کوو د پام موږ نه ارڅ موبایل نه پات ورسم پریو صرف زارم ساتلو او نور مسلمانان غریبانان تر شکایت کر شوی ابو اس غم را سره یو یو وفات وکړه وفات خصي وفات بس الله تیر کړو او وا مشکل الله دې بس ته جنت نه ورکیو زخمین د الله خې کیو او موږ ته د الله په کجر را کیچو وس او الله پاک از خداوند متعال برای کسایی که به شهادت رسیدن بهشت برین و کسایی که از این شهدا ماندن برشان صبر جمیل و همچنان کسایی که وضع اقتصادیشان مساعد نیست از آنها از خزانه غیبی خداوند متعال برشان دعا میکنیم که غیبی برشان کمک شود تا باشه که دوباره از زندگی خود کماکان سر صورت بتن. بیندای عزیز پس از جمع‌آوری معلومات و نشان دادن ساحک شما در تصویر بدون شک دیدین و فعلا آمدیم به شفخانه تخصصی ولایت ننگرهار که شفخانه محلی است و بدون شک شهرداری هایشان فراموش ناشدنی است. شفخانه که 300 مریض جمع نزدیک به 40 شهید بالاخره در یک زمان در این شفخانه آوردن و به بهترین وجه گفته میشه نظر به تصاویری که ما در رسانه های اجتماعی دیدیم به بهترین وجه رسیدگی شده و جا دارد تشکری خاصی ویژه داشته باشیم از مردم ننگرهار که بدون شک شهکاری کردن و به زودترین فرصت خود رساندن و به مریضا و کسایی که ضرورت به خون داشتن بالاخره خون رساندن که شفاخانه هم خیلی ازشون راضی هستن و ما میریم داخل با دکتر صاحبا صحبت میکنیم و با مریضا که وضعیتشون چگونه است با ما همراه باشیم. میندای عزیز در کنار ما دکتر روح الله ملاخیل رئیس شفاخانه محلی ننگرهار است و در رابطه با این حادثه المناک با چی تعداد از مریضا به شفاخانه آورده شده و چی تعداد از مرتضای ما شفایاب شده و با چی تعداد متاسفانه که شهید شده خداوند غریق رحمتشون کنه از جناب رئیس میپرسیم. سلام علیکم رئیس، بسیار تشکر که فرصت گذاشتین. در رابطه با این حادثه المناک بر ما بگوین که با چی تعداد از مرتضای ما به شفاخانه آورده شده و فعلا با چی تعدادشان صحتیاب شده و شما رخصتشون کردین. بسم الله الرحمن الرحیم. امی حادثه که تقریبا دو روز پیش آمد د ولایت ننګرهار د چند ولسوالی خو زیاتر کې متاثر شده امی ولسوالی سرخود نستم. از این حادثه بر ما تقریبا در حدود 272 مریض تا دیر روز بر ما آمده بودن، البته او زخمیه بودن که از محل حادثه بر ما ذریعه امبولانس، تکسی و غیره به شفاخانه ورده شده و شفاخانه به تمام مجروحین که در اینجا آمده رسیدگی صورت گرفته و به وجه احسن تمامشان تداوی شده. تقریبا در حدود 150 از مجروحین داخل بستر شده و داخل بستر تداوی شده و دیگه مجروحین که زخمای سطحی داشتن را ما در اوپیدی سرپا تدایی کردیم و دوباره از شفاخانه مرخص شده. از امی هموطنهای ما که زخمه نسبتا شدید داشتن و در داخل شفاخانه بستری شده تقریبا در حدود 80 مریضشان در اینجا عملیات برشان صورت گرفته. بدون از این تقریبا در حدود 28 اجساد شهدا مرده از امی محل حادثه بر ما آمده
و چهار نفر در داخل شفاخانه که زخمهای شدید داشتن او در اینجا در داخل شفاخانه فوت کرده. یعنی مجموعاً تقریباً 32 از هموطنان ما که شهید شده بودن مجموعاً در شفاخانه و در اینجا برای ما یعنی چهار نفر در اینجا زندگی خود از دست داده و 28 نفر هم در موجه در محل حادثه فوت شده بودن، افسادشان در اینجا خانه برده شده بودن. ما به ایتو یک حادثات کتلوی که در جای رخ میتا پیش از پیش بلان داریم که خدا نخواسته اگر کدام جای زلزله میشه، سیلاب میشه و خدا نخواسته دیگه کدام حادثی میشه و مریضا به شکل کتلوی به شفاخانه مراجعه مینمید، ما در او حالا چی کنیم؟ ما در اینجا پلان داریم پیش از پیش. ما برای تو یک مریضا پلان داشتیم و وقتی که خبر برای ما از این حادثه آمد دستی مطابق همی پلان خوب تمام دکتر صاحبایی که ما در این پلان داریم کلش را در دستی او را دعوت کردیم، حالت امرجنسی را در شفاخانه نافذ کردیم و وارتایی که مریضا مربوط آنها میشه، مثلا وارتی جراحی عمومی ما بود، وارتی نشونی رو سرجری ما بود، گوش و گلون بود، ارتوپیدی بود، کلشان هر دکتر صاحبایی که ما در پلان داریم او دکتر صاحبایی ترین شده هستن. ما او را پیش از پیش ترین کردیم که به یک حالتی که مریضا به شکل قتلوی به شفاخانه مراجعه نماید و چه قسم برخورد کنه به این مریضا. این مریضا را ما کتگوری میکنیم، کدام مریضای ما که اجتهاد هستن او را در یک طرف رای میکنیم میبر او را در مرده خانه، مریضایی که بسیار شدید میباشه او را به عملیات خانه دفتن ما او را رنامه میکنیم، مریضایی که نسبتا خفیف میباشه او را در داخل در موجه تداوی میکنیم. یعنی هر مریضی که شدید میباشه برای او باید به زودترین فرصت رسیدگی شوه، او را ما به زودترین فرصت رسیدگی میکنیم. این نظر به کتگوری هر مریض ما به چهار بخش را تقسیم میکنیم او برشان یک علامه میگذاریم سرشان که مریض اول شوه، این دوم، این سوم، این چهارم. به این خاطر ما که پیش از پیش پلان داشتیم و پلان ما بسیار موثر کار کردن، مرگ و میری ما بسیار زیاد کم بودن به خاطر که دیت و حوادث که تقریبا تا حدود 250 مریض در ظرف 3.5 ساعت برای ما آورده شدن. یعنی قتل اعظمی شان در ظرف 1.5-2 ساعت برای ما آورده شدن و وقتی که وقتم کم باشه، مریضم زیاد باشه، باید رسیدگیم زودتر صورت بگیره. به این خاطر پلان ما بسیار خوب موثر بودن، خوب کار کردن دکتر صاحبای ما، به وقت رسیدن. تمام دوا از نظر دوا کدام مشکل ما نداشتیم، از نظر سامان لوازم کدام مشکل نداشتیم در شفاخانه. نو به این خاطر ما پیش از پیش برای تو حوادث کتلوی در شفاخانه پلان داریم و به زودترین فرصت برای رسیدگی صورت میگیره. بسیار زیاد تشکر. سلام شما شما. عزیز در کنار ما یکی از والدین است که برادرزاده ایشان در این حادثه علمناک بسیار سخت ضربه دیده و تا فعلا هم در این شفاخانه صحابی ننگرهار است. همراه آقایشان صحبت می داشته. سلام علیکم برادر. علیکم السلام. چه حال صحتتان خوب است؟ شکر دارم. در رابطه با این حادثه برام بگو و وضعیت فعلی برادرزاده تان چگونه است؟ بس با طوفان و رغنه و گله و دیمانی من خبر نو دل دجوار خرسول و جده منده دا دې توپان اشتولیو دا توپان اشتولیو بیا دې باندې دیواله مړه غورځیدلیو دا مل د پروتو بیا چې مونږ خبر شو دا کار ته تریو دا بیچاره وړو دا ریسې خبره ده صحیح ده دا شپې خلکو راوړو مونږ نو خبر شمو شپې خبر نه بودیم خبر نه بودیم ما پښتو د پسې مونږ مل دا ګرځیدو کوچو زیات ضربه دي دا بیشتر دا اثر چې ده داسې شلېدلې دا تصویر ما شته دي صحیح دې شرم شلې دې واه خپل مشکې دې دا تصویر دې مين دې عزیز همدا نو کیمرا میګرای تصویر نه
شما ببینید در رابطه با این بر ما بیشتر معلومات بده. خب این سر شما است، پای شما است. آره خواهم دادم. ها بعد از جوبل به واسه یو دی حادثه پاره مون ته معلومات بس سنگ حادثه و حادثه ډیر خطرناک وو. ټول کورونه ورته دي دلته دونه مړي شي وي دونه زخمیان پراته دي نه هسپتال کې دا شخصي چې پراته دی خو توګه پیسې لري خو پراته دي چونه بود رسیدگی توسط شفاخانه و مسئولین شفاخانه چونه بود؟ شفاخانه نمونگ خواهر دانتران سیبان و انجنران نمونگ دیر خوشحال یو خدمت کهی در طول و مریضان و یوازی مونگ نده هر سردی او دیر تیو خوشحال یو امیدوار اسم بزرگترین فرصت بخواهی شفایاب شوه و در کنار با مسئول عظیم شفاخانه هم هسته که مسئول مدباتش بیشتر صحبت می داشته باشه. دکتر سمترم در رابطه با رسیدگی چونگی رسیدگی از این مریضا بگویم که خیلی حجم زیاد مریض به یکبارگی آورده شد به شفاخانه محلی ننگرهار، چونه رسیدگی کردین؟ از او شب برمو قصه کنین؟ زه ده خپل طول پرسونل نه دیگه زیاد من نکوم زمون خواقیت چی فقط نوکریوالان پاتی شویو بیاد آغی نپس طول پرسونل زمونگا که ده هر وادو طول راغلا مغل توتا که اجل تا طول مغیزانی کانترول که ده دیتر سنگ زنگون و احل شو ده خپلو پورون نداکتر سایبان رال پا دسی وزیت که راغلا چه بارانم وزیتم پار دولو جامعی لوندی طول وزیت لون پا بد وزیت که راکتر سایبان راغلا خو کوری ودان دیر زیت زحمتی ویستو تقریبا ده دو سواتیا مغیزان ده دیتر سنگ ملینه دغه ټولې په ډېر ښه ډول سره کنټرول کړه نو د خپل پرسونل نه ډېره زیاته مننه کوم. ماشوم تشکر میکنیم از تمام پرسونل و تیم این شفاخانه تشکر میکنیم که بدون شک خیلی سخت است. همزمان 300 یا 280 مریض و در زمان مریضان خیلی عاجل و در عین حال نزدیک به 40 نفر شهید که آورده شد خیلی مشکل است و رسیدگیش آفرین به شفاخانه و مسئولین و کارکنان این شفاخانه. این طرف هم باز مریضای دیگه هم از طفلکی که سخت مریض است نمیدانم که کاکایش است پدرش است امروش آمده. سلام برادر. سلام. چی حال داری؟ صحتتون خوب است؟ زنده باشی. در رابطه با تکلیف مریضی بر ما بگو که دخترک چی مریضی داره؟ مریضی همی است که باز چیز باد خراب بوده. شمال تاثیرات داشته است؟ آه آه. چی یا کجا یوگار شده بیشتر؟ آه سرشون خیلی آسیب دیده. سرشون آسیب دیده؟ سرشون خون از در مغزش میگه. دکتر سبا چی گفتن؟ دکتر سبا واقعا زیاد خدمت کردم میگه که شالا ساعت یاب میشه. ساعت یاب میشه میگه در 15 روز بعد شالا دیگه ایچیز میشه با اوش میگه قشنگ دیگه میبرم میفرسه خونه. انشالا به زودترین فرصت که به ساعت یاب شوه و امید ساعت و سلامتی برای خواهر ما میداشته باشیم. این طرف هم یکی از مریضای دیگه که سخت ضربه هم دیده. امیدوار هستم که این لالاگه که چوچه ما هم جور شد بخیر و امرای یکی از پایوازه شما هست اینجا صحبت می داشته باشیم. سلام علیکم روره. وعلیکم سلام. سنگه جوری تو خیلی شکر دیم مریض پاره مونت معلومات ورکه و دا سنگه شو که دا جوبل شو دا نوراره ده و این تیم ده زموزوره تلیم چه خبر شما بس بل چهاروان کرده و شاوان ده دان زه جاکر کې نیول شو دا د طوفان په نو څه ستو هغه ما بیا نو په حدیثه باندې نو خان شو بیا نو څه تاسو څنګه د وضعیت او څنګه دا ان شاء الله گزاره کوي بد نه نه څه دې چې غریبۍ دا غي مونږ سره خپل نس دې اړای دلته مو مسئول نه دې معنا اندرې سره پینځه کا سره درا دي رو د فان تقریبا چې سوال اس پینځه لس کا سره کوري مونږ دکتر سه وضعیت این مریض ما چگونه است؟ دا مریض خو انشاءالله وضعیت وسخه ده دماغی ضربه لیدلی و په همده خاطر باندې چې ناروغ کانګې جبدوالی لره یو څه یې شعوري حالات هم خنو کنفیوز حالات کو نو اوس خو ناروغ ښه دی خوراک او شیان ته انشاءالله وضعیت ښه کېدو طرف ته روان دی. در رابطه به این بر ما بگیم بدون شک دکتر صاحبا که از قهرمان های واقعی هستن و زحمتکش های اصلی همین ها بودن که رسیدگی چگونه یک شب را سپری کردین؟ اون شب دو شبه آقا ورز باند چه کل دقا واقع که دل بعد و شمال دیر زیاد و اصلا که دقا احساس و یو غیرت و وجدان و خپل مسلک تک و پادری نو سی دل نو دقا حالات خوب داکتر پا کور بانده مو کم کور چه زمون پا ناروغانو باند را لیده پا ام دقا چند که زمان کورو مو
پاندې څنګه زمو کورونه د دې ډاکټر باندې کورونه خو هغه پرې خو د خپل مسلک ته د وفاداری په خاطر باندې روغتون ته رسیدګي وکوله کو چیرته د ډاکټر باندې روغتون ته نه راغله نو کېدای شي چې دغه کم مریضان چې 230 مریضان او مړینې تعداد کم کېدای شي دغه ټول خپل ژوند له لاسه ورکړي وي نو حالات ډېر سخت مریضان چې تور اسوځیت شول په خورو به خوبي از دې ان شاء الله الحمدلله موږ سره چې کم مریضان دي هغه مرګون حالات نه وتل دي او شپایات طرف روان دي وضعیت خکېدو طرف ته ان شاء الله مرزان کنټرول له دغه تورز به بسره د مریض د حالات او دغه مریضان ته په کتو سره به مریضان وضعیت خکېږي ان شاء الله وخت په تیرېدو سره به مریضان سټیپ بای سټیپ چې وضعیت خکېږي او د کور د درملنه کېږي موږ مریضان به رخصته کورونه ته وځي مخه سلام علیکم عزیز بخش دیگه هم بخش تاسو ته دوستای عزیز از آجی صاحب دوماتشان در کنار ماستن و بیشتر معلومات میتن در رابطه بایی که وضع اقتصاد آجی صاحب چگونه بوده و چگونه رسیدگی شده و آیا کسی کمکشان کرده یا خیر برادر عزیز سلام علیکم السلام علیکم چی حال در سلامتان خوب است در رابطه با آجی صاحب و مریضی آجی صاحب بر ما بگین که چقدر دکتر صاحبا بر تا امیدواری داده بخواهی که ساعت یاب میشه الله دې اجر درکې خدایم په عزت لره نو د دې په برابر باندې مزه خبر وکم چې د افتی پورز باندې ما سره رابطه وکړل د چې ما 3 کیلو وړ کور ته راوړې دي او نور وړ نه لرم تا تنخوا خسي د کنه ما ورته ان شاء الله د 2 ورځې کې تنخوا اخلم د دې پیسې د غن زوړو زوړ تراوړم له کابل ز خپل ال ته وظیفه لرم په وزارت دفاع کې نو د دې هغه دی ورونه نه دی هغه نه چنده ورته کوم د دې کور هغه کو نو درملنه کوي هغه کو د مریض دی هغه بیا د ما ته ویل و 3 کیلو وړ مې راوړې دي نور څوک نه قرض راکې او نو وړسته ته څه کوي ما ویل دوه ورځې کې در لیږم په ورځ باندې چې ما پیسې ورته را لیږلې چې ما زنګ ورته راوایي نو د دې نمبر زنګ موبایل ته راته او ته زنګ نه جګاو چې وخت یو بل کلیوالي جک ویلې وای دوی له کور ټول لاندې دي موبایل دی باندې ما پیدا ک او دوی له کور لاندې دي مایل مسله څه ده وای ځان رسوه نن زبې اول راته چې کله زدل تراولم په نه موبایل تر ورسېلم ډاکټران مې ولیدل د ما مریض نوم معلوم نه و چې د څوک د کوم جی د څه د نه تذکره وای چې نو کاری مالی ټول کړه مکړ واسکټ مې هلته پیدا کړو خختونه لاندې د ګندلې هم وینې مرکړې وا بیا پرونه بل زولت وزیر صاحب راغی ما ورته ویلې الله دې دنیا او آخرت برابر کړي همدغه سی واقعا ډاکټران چې د مسلمان په درد باندې درمن دي لکه څنګه د ننګرهار د دغه سیتیامیګ ډاکټرانو چې موږ سره کوم کور کومک کړی دا واقعا د صحابه او تاریخ ری زوندای ک چې سره کوم ته مسلمان باندې زړه خوږي لکه د ډاکټرانو چې کوم کار کړی دا او دلته چې زنه مجه راغله لمه په چیغو چودا می پیدا ک د څوک نسته کور ولای دا د غیب خې ما چې دی التفاس بستر ده او دای شه د سر ضربه خړلې د مزغوت ایوینې تللې د هیڅ باندې نه پیته نو بیا دوی ډیر خوشاله سول چې تاسو اوس راغله لې چې اوس اې د مرګ ما ویلې بس خبره جوړه ده نو الله دې دې شکرې قبول کړي او دلته چې هر څوک پولیس راغله د وزیر صاحب راغله د ماته باقاعده پیسې راکړې دي کني د ما ول 1000 روپۍ تنخواه خسته د غول 1000 روپۍ نه ما سره 3000 روپۍ پرون پاتې وي خو اوس الحمدلله تر 5000 روپۍ پورې زه په جب کې لرم چې د دې پر وزیر صاحب راکړې دي هغه راکړې دي نو الله دې د قربانین هم ډاکټران صاحب قبول کړي هم د امارت اسلامي پروردګار دې پیزا کړي بخیر سلامات به شما هم دعا میکنیم که عایشه بخیر به خوبی شفا یابید بابا څنګه وسم داګه مریض چې موږ تراولل شو تقریبا د ټولو مریضانو یو باد وهلی بل باران وهلی دریم دا چې دیو شدید ضربې لیدل او پچا ونه غورځیدل او پچا دیوال غورځیدل او په څو غوبو ته لیدل او غوبو متضرر کړو نو هغه خټو دغه شین سره ډیر ګډ وړو کنه هغه اصلي مرض چې به تا معلومه او هغه ملک زره سختو نو موږ چې کله مریضان اورل شو ترڅولو جالب او خبره خو تداو کوم چې ترڅو چې د مریضانو په وازان پیدا کېدل تر هغه پورې موږ د مریضانو ته وینم راوړلې موږ مریضانو نو وینم اخسلې موږ مریضانو ته دوام راوړله یعنی دا ټول د مریض عام په وازي موږ کوله عام درملنه موږ کوله کنه نو بابا پوزه کې شدید کسر لره سر باندې ضربه خوړلې و به چون د په وازان ان تقریبا د شپې تر 9 بجو پورې نو 9 بجو د کابل نه د په وازان پیدا شو او موږ د ټول شفخانه د 230 مریضان چې په دې کې ځینې کسان د سوي چمړینې ورکړې وانه هغه غریبانان شهیدانان سره باندې شهیدان سره باندې او کوم مریضان چې ډېر ډوبلو کې د شوکور کې چلو کا سپینځه کا سونو په وازانې کمو
الحمدلله زمونږ د کوم روغتیایي ټیم چې ټولو ته په کافي اندازه رسیدګي وکړل او د دې په هغه لومړنۍ مرستې چې وي هغه یې په ښه شکل سره ترسره کړل. بخیر سلامت باشه دوستان. از یکی از شهکاری های بزرگ مردم ننګرهار ای بود که کسی که مشناختم یا نمشناختم همگی از خانه خود برآمده بودن و خون دادن که ما در رسانه های اجتماعی هم دیدیم تصاویرشان. واقعا یک شهکاری است که بدون شک که همگی مردم افغانستان در غم مردم ننګرهار شریک هستند. این تنها غم نیست که بالای مردم ننګرهار آمده، دل خود ما به صفت کسی که در کابل زندگی میکنم و یک کابلی هستم درد میکنم. به می ترتیب مردم دیگه که در اقصا نقاط کشور ما و حتی افغانایی که بیرون از افغانستان هستن دلشون واقعا درد میکنه. امیدوار هستم که غم آخر مردم افغانستان باشه و دیگر ما بریم به طرف خوشحالی ها و خداوند متعال رحم خدا کنه. دوستای عزیز، این بود گزارش اختصاصی و ویژه در رابطه با چگونگی حادثه و سرانجام تایی که ما به شفاخانه رسیدیم و نظر دکتر صایبا را داشتیم و امیدواری های وجود داره که مریضی هم انشاءالله که شفایاب میشه و کماکان به طرف خانه های خود میره. امیدوارم غم آخر ما باشه. این بود گزارش امروزی. تا گزارش های بعدی، الله حافظ.